خوش اومدیم یه ویدیو دیگه، همونجوری که از تامل ویدیو فهمیدیم، امروز از وقتی که من بیدار میشم تا وقتی که دیگه میخوام بخوابم با همین، من وقتی بیدار میشم مثل الان یه لودینگ تایم دارم و مثلا چی شدیم صبح و بریم که امروز رو داشته باشیم دیگه. خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. من امریکایی مثلم، اینو که نیازیست بگم. همونجوری که اول ویدیو هم گفتم، امروز رو میخواییم با هم بگذرونیم. الان من یک کاپ بهشتی درست کردم، قهوه، و الان میخواییم برنامه روزم بنویسم، چه حالا کار متفرقه روزم، چه قسمت درسی روزم، و بعدش هم که دیگه معمولا من یه ساعت و نیم زودتر پا میشم. حالا امروز که اصلا برنامه داشتم ویدیو بگیرم، دیرتر هم پا شدم. حالا الان برنامه رو بنویسیم، لباسینا رو اوکی کنیم، بریم باشگاه. بابا آقا یکم برنامه تغییر کرد، من یه دفعه دیدم نت و اینا همه چی خوبه، چرا نشینم یکم ایپکس بازی کنم؟ و این بازیه که واقعا من لذت بهش دیگه عرق دارم. خب خیلی من این بازی رو دوست دارم، یعنی به حدی زیاد که من وقتی که PS4 خریدم همزمان با اومدن این گیم بود و من واسه امتحان کردن این گیمو ریختم روی PS4 هم که فقط حسش کنم، نه که مثلا چیز دیگه ای. ولی میتونم به جرئت بگم تنها گیمی که اون PS4 به خودش دید ایپکس شد و دیگه من هیچ گیم دیگه ای نزدم. بعدم که PS4 گرفتم، حالا درسته یکم مثلا نیت فور اسپید اینا بازی میکنم، ولی 90% وقتمو نشستم دارم ایپکس بازی میکنم و واقعا خوش میگذر. یعنی میتونم بگم یکی از گیماییه که من واقعا سرش وقت میشینم اصلا یه حس خوبی میگیرم. و یه ویدیو هم جداگانه براتون ریکورد خواهم کرد در که گیم بزنم، ولی الان تو صرفا تفریح اومدم یه دست بازی کنم، برم به زندگیم برسم و امیدوارم این یه دست وین شه و برنده شم. در کل اوضاع خوبه توی ایپکس، یعنی واقعا خوشم میاد ازش. دلیلی هم که مثلا صدا اینا رو نذاشتم به خاطر اینه که این اون ویدیویی نیست که مثلا من بخوام یه عالمه مثلا کار توش انجام بدم، میدونین چی میگم، مثلا همه چی رو با هم یهو بخوام بذارم، اینجوری نیست. برای همین دیگه فقط اومدم یه نمانشونتون بدم دیگه. خب لباس و اینا رو پوشیدم، الان داریم میریم باشگاه دیگه. تو مسیرش اتفاق خاصی نمیفته، یه هم مسیرش رو وسطم گرفتم توی یه ویدیو دیگه هم. بریم باشگاه یکم نجاب اونجا بگیریم بعد برگردیم دیگه. من الان بیش از حد به خاطر کنکورم اضافه وزن پیدا کردم و یه عددی حدود 40 کیلو نیاز دارم که کم کنم، برای همین داریم بیم باشگاه. 40 کیلو خیلی زیاده، خیلی زیاده. حالا کم میشه، الان شما این ویدیو الان میبینین، ماه بعدم باز یه ویدیو اینجوری میذارم که تغییر رو حس کنیم دیگه، یا کلن تو ویدیو میشین تغییر رو حس کنیم. حالا به این باشگاه بقیهش رو استتون بگیرم.
خب الان دیگه رسیدم خونه از باشگاه و دیگه غذا رو اوکی کنم، نهار رو اوکی کنم، بعدش هم دیگه بشینم درس و اینا رو اوکی کنم. چقدر نور بده، شاید سیاه شدم. آره درس و اینا رو اوکی کنم و بعدش ویدیو میگیرم واسهتون دیگه. بعد الان میخوام یه سالاد درست کنم مثل رژیمم که الان همراهی کنین دیگه. خب اون چیزای اولیه خیلی نیاز به توضیح نداشت، برای همین من فقط خورد کردم واسه تون، هیچ توضیح ندادم من. اوکی آره. و الان میخوام یکم مرغ و سویا اوکی کنم که اونو واسه تون ویدیو میگیرم و اونا رو هم بریزیم توشو، دیگه تقریبا آماده میشه دیگه، بریم که داشته باشیم دیگه. شما در کل قارچ هم میتونین قاطیشون کنین، ولی من چون خیلی فن قارچ نیستم به صورت پخته توی سالات، عموما قارچ اینجوری درست میکنم. ولی قارچ خام هم نداریم، من چون قارچ داریم فریزیه، برای همین یه همینو رضایت میدیم و سویا و مرغ اینجوری ترکیب میکنیم و در آخر باید سیرا رو، یا همین الان هم میتونیم یه مقدار سیر خوش، این خداست نه تبلیغ نه چیزی، ولی خداست. یه مقدار زیاد می‌ریزیم چون من بازینو خیلی دوست دارم. و چه سالات من معمولا جهبونه ماش هم می‌ریزم چون خیلی خیلی خوشمزه است، ولی خب الان نداشتیم و مجبور شدم گوجه اینا بریزم، هویج هم نداشتیم، اینا همه رو نیست دیگه، هرچی سبزیات من دستتون رو بریزم میگم، مخصوصا بروکلی که خب نداشتیم الان، برای همین دیگه مجبور شدم با همینا کنار بیام و الان یکم دیگه بپزم یه برسم به مرحله سرخ شدم. اوکی الان اینو دیگه میندازیم بیرون. بعد ما میایم داخل یه کاسه اول رب میریزیم، بعد یه مقدار سس باربیکیو و یه مقدار کمی روغن زیتون بودار میریزیم،
و بعد هم آب یکم بهش اضافه میکنیم که بشه اینا رو هم زد. میتونیم روغن زیتون رو همون جوری به عنوان محلول استفاده کنیم، حلالش روغن زیتون باشه. ولی خب اونقدر دیگه نمیشه خوب جمع و جورش کرد، برای هم یه ذره آب نیازه. بعد اینا رو حل میکنیم توش کم کم اینجوری. من همزمان حواستون باید به اینا باشه. توی آخرش باید اینو اضافه کنیم به مرغ و سویا ها که طعم خوبی بهش میده. اینا رو حل کنیم. اون تقریبا خوب شد. اینو میذاریم این گوشه و ادامه میدیم به سرخ کردن اینا. یه حد خوب سرخ شدن، یه مقدار کمی مونده، زمان میخواد. بعدش بعد اینکه اینا پخته شد کامل، اصلا نباید چه میدونم مثلا یه دفعه بریزنشون تو سالاد، چون کاهوتون آب میندازه و اصلا خراب میکنه سالاد. برای همین یه دفعه نمیریزیم، میذاریم سرد شه. و حالا یه مقدار روغن زیتون خیلی کم. یه فکر میکنم که سالادم نیاز نداشته باشه اصلا، بعد از اینکه بوش رو بگیره پس این میگذارم. بعد هم یه اینو اضافه میکنم. بعدا دیگه این دوست عزیزمون اینجا آماده است و فقط باید بریم دیگه سرکه بالزامیک و اینا رو توی خود سالاد بریزیم دیگه. تمامه همین. خب حالا چیزایی که نیاز داره رو اضافه میکنیم. این پنیر پارمزان بریزیم. این سس سبزه و واقعا خوشمزه است. نمیدونم چیه اصلا توش. یه مقدار میریزیم. بعد مهمترین چیز تو هر سالادی سرکه بالزامی که من زدم. اینم یه مقدار میریزیم. بعدم یک مقدار خیلی کمی روغن زیتون برام از درش استفاده میکنم که دیگه خیلی زیاد نشه. بعد شروع میکنیم به مخلوط کردنشون. بعدش نونای توست رو اضافه میکنیم. و سویا و مرغ. واقعا خوشمزه میشه. حالا نمیدونم شما چه ایده ای راجبش دارین، ولی خیلی خوشمزه میشه. Thank you.
خب امروز تقریبا با هم بودیم و دیگه از صبح صبحونه رو با هم خوردیم و باشگاه رفتیم و نهار رو اوکی کردیم و اینا، هشم که یکم درس خوندم. و چیزی که وجود داره اینه که دیگه خب من چون شام نمیخورم دیگه ویدیو رو گفتم تمام کنم. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین، خیلی دوستتون دارم. اگه چنم رو ساب کنین، یادم رفت چی بگم، اگه چنم رو ساب کنین، ویدیو رو لایک کنین و زنگولش رو بزنین بهم خیلی کمک میکنه. و اینکه ویدیو رو حتما تا آخر ببینین و نظراتتون رو کامنت کنین، واقعا اینو بهم کمک میکنه. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که یه خانواده بزرگ بکنم تشکیل بدیم. خدا نگهدار.